باید بسیار آشنا باشه. ریاضیات یک سال اول دانشسرهای تربیت معلم و بعد آشنایی با قرآن و روش تدریس آن دوره کاردانی تربیت معلم، روش تدریس ریاضیات ابتدایی دوره کاردانی تربیت معلم، و این البته بخشی است از عاشقانه های یک آموزگار که زندگی خودش رو صرف تربیت و پرورش فرزندان این سرزمین کرده. نام علی اکبر، نام خانوادگی جعفری، متولد 1321، کارشناس ریاضی از دانشکده علوم دانشگاه تهران، بازنشسته آموزش و پرورش، گرچه او به این عنوان خطاب می شود اما هرگز از پا نشسته نیست، مؤلف روش های تدریس قرآن کریم و ریاضی در مراکز تربیت معلم و مؤلف کتاب ریاضیات عمومی، مردی که بخش قابل توجهی از ساعات زندگی او پای تخته های سیاه و سفید گذشته و چشم در چشم دانش آموزان دختر و پسر این سرزمین با دلشوره و دغدغه آموختن. شما استاد علی اکبر جعفری رو در سالهای دور در بهبهه موشکباران تهران در برنامه‌های آموزشی شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه هندسه دبیرستان بارها و بارها دیدید و اگر اهل این درس بودید پسندیدید. به عنوان مقدمه به اون سالها برمیگردیم. الان در مثلث متساوی الاضلاع ب س د شما باید طول ارتفاع ب ب پریم را حفظ باشید بر حسب زید. بسیاری از شما هم اینو میدونید. بله، ب ب پریم برابر است با آ رادیکال سه دوم. این ارتفاع مثلث قاعده. و اما بهاش چقدر ب ب پریمه؟ از خاصیت میانه ها استفاده میکنیم، چون ارتفاع میانه هم هست، دو سوم ب ب پریم. بنابراین بهاش میشه دو سوم آ رادیکال سه دوم، دو سوم ب ب پریم. که ساده کنیم بهاش میشه مساوی با آ رادیکال سه سوم. حالا مثلث آ هاش ب قائم الزاویه، کدام زاویه قائمه؟ درسته، زاویه هاش. هرگاه خطی در صفحه عمود باشد در جمعی خطوط اون صفحه عموده، بنابراین آهاش بر بهاش عموده. رابطه فیثاغورس را می نویسیم، این وتر آ هست، میگیم هاش دو یعنی ارتفاع هرم برابر است با آ دو منهای بهاش به توان دو، یعنی سه آ دو نهم. که اگر مخرج مشترک بگیریم هاش دو میشه شش آ دو نهم و از اینجا هاش به دست میاد. هاش برابر است با آ رادیکال شش سوم. این محاسبه اول ما که بعد از اثبات سفارش میکنم به خاطر بسپارید، یعنی در یک چاروچی منتظم ارتفاع بر حسب یال فرمولش اینه، آ رادیکال شش سوم. حالا حجم هرم دیگه ساده، اوبه با اوسه برابره، برای اینکه این دو زاویه هر دو 40 درجه، این دوتا مجموعشون میشه 80. پس یادتون باشه این زاویه مرکزی میشه 100. حالا به مرکز او و به شعاع اوبه یا اوسه یه دایره رسم میکن. این دایره ای که رسم شد، کمان حاوی زاویه 50 درجه، این کمان بالاست. هر نقطه روی این کمان بگیرید اندازه زاویه محاطی نصف زاویه مرکزی میشه، چون این که صده کمان هم صده، زاویه میشه 50. زنده با زندگی. فکر میکنم این برنامه تلویزیونی مربوط میشه به آغاز یا نیمه اول دهه
60 خورشیدی 1360. این چهره جناب آقای جعفری آموزگار و دبیر و معلم و استاد ارجمند در اون سالها و این هم چهره کنونی ایشان. سلام عرض میکنم، خیلی 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 به خانه خودتون خوش آمدید. خیلی متشکرم جناب خسروی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستندرکاران ضبط این برنامه و همه بینندگان عزیز، و در آغاز کار هفته معلم را به معلمین پرتلاش و این باغبانان سرفراز گلزار دانش و ادب ایران تبریک میگم و بهشون خسته نباشید. سپاسگزارم از لطفتون، خیلی خوش آمدید. من همه مناسبتایی رو که الان داریم خلاصه از رجب و میلاد امام باقر علیه السلام و روز معلم و روز کارگر و چه و چه یک جا تبریک میگم و بعد خیر مقدم عرض میکنم به سرکار خانم نوری همسر جناب استاد جعفری. سلام علیکم خانم، حال شما چطوره؟ سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و دستندرکاران شبکه دو سیما. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. چون استاد خیلی دبیری حرف میزنن و اینجوری بله. شما اذیت نشینا، من مثل شما حرف میزنم. من خودم خودمونه حرف میزنم. خیلی اینطوری بهتره. و استاد جعفری البته یک پسر و دو دختر دارند، اما از جمع فرزندان یک تن اینجا حاضر هستند، جناب آقای دکتر محسن جعفری، فوق تخصص عفونی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که البته حالا خودشون صاحب فرزند هستند و استاد ارجمند. سلام، خیر مقدم و خوش آمد. با سلام خدمت شما، خیلی متشکر که این برنامه ترتیب داده شد برای من. خیلی متشکرم که لطف فرمودین و تشریف آوردید. سرگردانم که از کجا شروع کنیم؟ از شما کمک میگیرم تا شما که هم فرزند بودید، هم شاگرد پدر بودید و هم حالا خودتون راه پدر رو ادامه میدید، پدر رو توصیف بفرمایید. پدرم یه معلم خیلی سختگیر بودن و یک پدر خیلی مهربان و یه در حقیقت تناقضی در این مسئله بود. توی خانه در بچه پدری بسیار مهربان بودن ولی از نظر معلمی بسیار سختگیر بودند و استانداردهایی که اونا داشتن ایشون داشتن که من هیچ وقت نتونستم به اون استانداردها در حقیقت برسم. البته باید نظر ایشون رو جویا بشیم. اساتید سختگیر معمولا یک رضایت قلبی دارن که اظهار نمی کنن. بله. و خب عرض می کنم خدمتتون در حقیقت دیگه پایه اون علاقه من به درس، علاقه من که حالا اون اول ایشون بودن که کمکم میکردن، تشویق میکردن و سختگیری میکردن. یه وجهی که خیلی ایشون داشتن تأکیدشون بر نظم بود، هم خودشون تو زندگی بسیار منظم بودن و هم اینو برای پیشرفت محصلینشون رو نظم خیلی تأکید داشتن. که دنیا الان برش تأکید داره. بله بله. جهان برش تأکید داره. سرکار خانم، شما همسر نازنینتون رو توصیف بفرمایید. توصیف کنید که بالاخره چطور بودند و چطور هستند. والا خیلی کارشون رو دوست دارن. هنوز هم. هنوز هم دوست دارن، علاقه دارن. منم خیلی کمکشون میکنم. هرجوری بتونم البته. الان کجا ساکن هستین؟ گلپایگان. گلپایگان. بله. از همون آغاز هم گلپایگان بودیم. اول گلپایگان بودیم، بعد اومدیم تهران، باز برگشتیم گلپایگان. عجب، خب چرا خیلی هم این تهران موندگار میشن؟ خب ایشون دوست نداشت تهران. عجب، پس چطور اصلا اومدین استاد تهران؟ من تمام خدمتم که 34 سال بود خدمت رسمیم در آموزش پرورش گلپایگان بودم. عجب. به مردم گلپایگان خیلی عشق می‌ورزم. مردمی هستن بسیار با محبت، صمیمی، به معلمینشون احترام می‌گذارن، اهل تملق و چاپلوسی نیستن، ولی قلباً کسی که به اونا خدمت می‌کنه واقعاً ارزش‌گذاری می‌کنن. این صمیمیت و این محبت دو جانبه بوده و من وقتی بازنشسته شدم دیگه بچه ها میخواستن تحصیل کنن در تهران، دو تا زندگی برام یه مقدار مشکل بود. اینه که اومدم تهران. عزیمت کردیم در تهران. هم که اینجا اومدم با چند نفر از عزیزان، اساتید بزرگ گلپایگان، دبیران ارزشمند گلپایگان که من کوچکترین اونا هستم، مجتمع آموزشی دکتر حسابی را در ولیعصر بنیان گذاری کردیم که الان 20 سال است به خدمت آموزشی خودش ادامه داره میده و من جزء هیئت مؤسس بودم. درود بر شما. به عدد بیاریم چند دانش آموز رو شما تربیت کردید؟ من 54 سال پای تخت سیاه هستم. یعنی من چون شاگرد اول دانشسرای مقدماتی بودم ادامه تحصیل میتونستم بدم. دولتی مخارج مختصری مای 60 تومن اون زمان سال 40 به ما میداد.
در گلپایگان رشته ریاضی نبود، منم عاشقانه رشته ریاضی رو دوست داشتم. چرا؟ اومدم دارالفنون برای اینکه من معلمینی داشتم که خداوند روحشون رو شاد کنه. اسم میبرم آقای محمد رضای جلالی در دبستان ما معلم پنجم و ششم. چه سالی؟ و آقای در 1335 عجب. آقای مهدی نوروزی ایشون هم فوت کردن در دبیرستان. آقای استاد بزرگوارمون وکیلی که ایشون هم فوت کردن و یکی از بنیانگذاران ریاضیات دانشسرای مقدماتی گلپایگان بودن، و جناب آقای محمود کاشانی که افتخار میکنم الان هم صداشون رو واقعا روز معلم و یا در ایام عید بهشون تبریک میگم میشنوم. اینا مشوقین من بودن برای ریاضی، ضمن اینکه دبیران دیگری هم که من داشتم همه به من لطف داشتن. من اون وقت که حتی محصل بودم سوال ریاضی طرح میکردم برای اون دوستانی که میخواستم درس بدم، اون وقت هم معلم بودم. اینا سبب شد که من برم دانشسرای مقدماتی. دانشسرای مقدماتی گلپایگان یک پایگاه علم و ادب و فرهنگ. از این جهت من شگفت زده شدم در برابر شما که بعد از 72 سال زندگی، بعد از قریب 50 خورده سال تدریس، شما هنوز خودتون رو به دبیران سال 35 خودتون متعهد میدونید و از اونها به نیکی یاد میکنید. من مرد آن است که نامش به نکویی نبرند، اینه که هنوز در یاد و خاطر شما زنده اند و همچون و بی هیچ تردیدی شما در یاد دانش آموزانتون زنده و جاویدید. جناب خسروی، من برای تمام معلمینم از اول دبستان تا پایان دانشکده علوم دانشگاه تهران، قبلا که نمیتونستم پیام بدم با نامه اعیاد بزرگ را و همچنین روز معلم را به صورت نامه تبریک میگفتم، و حالا به وسیله پیام ارادت خودمون را به این بزرگواران ابراز میکنم و برای اونایی که الان نیستن طلب مغفرت میکنم، و من عاشقانه شاگردان ما دوست دارم. و این معلمی از که عشق و علاقش در شما پیدا شد؟ من اون وقت که کلاس دوم دبیر، سیکل اول یعنی، که حالا الان در نظام جدید آموزشی کلاس هشتم میشه. هشتم. بله، من از اون وقت معلم بودم. حتی خدمت شما بگم، یعنی هم درس میخوندین هم درس میدادین؟ بله، به دوستانم. بعد دانشسرای مقدماتی گلپایگان شرکت کردم، در کنکور ورودی شاگرد اول شدم. در طول دانشسرای مقدماتی هم شاگرد اول بودم، در پایان هم شاگرد اول شدم. به این علت که میخواستم دبیر ریاضی دبیرستان ها باشم. خب وقتی هدفتون این بود که من دبیر ریاضی بشم؟ بله بله. اومدم دارالفنون، ثبت نامم کردم، ولی نتونستم به خاطر مسائل مادی ادامه بدم. برگشتم گلپایگان، چون شاگرد اول بودم از سن 18 سالگی رسما دبیر دبیرستان ها شدم، و ضمن این که دبیر بودم دیپلم طبیعی گرفتم در آذر ماه، دیپلم ریاضی گرفتم در اردیبهشت ماه، و دانشکده علوم رفتم و ضمن کار معلمی لیسانس ریاضی گرفتم. بنابراین این که 54 سال الان دارم ریاضی درس میدم، اون عشق و علاقه‌ای که داشتم منو سرزنده نگه داشت. من دیروز که از گلپایگان حرکت کردم به سمت تهران، ساعت سوم در دبیرستان حنان گلپایگان ریاضی درس میدادم. ماشاءالله ماشاءالله. هنوزم پس تدریس میفرمایید؟ با عشق و علاقه روز اول به کلاس میرم. احتمالاً نوه هام به شما رجوع میکنن برای درس گرفتن؟ بله، الان نسل سوم محصلین من هستن، یعنی سه نسل که الان. و بنابراین سوالی که شما فرمودید، شما حالا تصور کنین، من آماری با تخمین بزنم، اگر هر سال حدود 600 نفر فارغ التحصیل باشه، شما 54 تا در حدود 4-5 هزار دانش آموز از معلمین برجسته نظام آموزشی کشور افتخار داشتم که باشون کار کردم. اساتید دانشگاه، پزشکان والا مقام، مهندسین عالی قد، کارمندان متعهدی که در سراسر ایران اسلامی ما دارن خدمت میکنن. احساس ثروتمندی میکنن. واقعا شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا به به بر منتهای مطلب خود کامران شد. الهی هزار